سلام خدمت تمام بیننده های عزیز تلویزیون جوانان افغانستان، امید که جور صحت مند باشین و در زیر سایه سلامتی هم را با فامیلیتان به سر ببرین. یک بار دیگه من ایلا بهمدزه از طریق تلویزیون جوانان افغانستان در برنامه صحت شما با شما عزیزان قرار دارم و قسمی که شما همچنان میدانین که من در هر هفته یک موضوعی را در نظر میگیرم و به شما عزیزان در رابطه با اون موضوع معلومات میدم و دوستای عزیز من اینجا تنها هم نمیباشم، با من جناب دکتر صاحب میباشه که در رابطه با موضوعی که ما انتخاب کردیم به سوالات ما پاسخ میدن و هر سوالی که داشته باشیم به ما پاسخ خواهد دادن. فعلا میریم سراغ ای که موضوع برنامه ما چی است. موضوع برنامه ما در رابطه به ای که چگونه تداوی جوانان معتاد که معتاد هستن چگونه باید تداوی شون، اینا چرا معتاد میشن و بعد از اینکه معتاد میشن باید چگونه از اینا مراقبت شه تا دوباره اینا تداوی شون و دوباره سراغ مواد مخدر نرن. فعلا هم دوستان میریم یک بسته معلوماتی را که دوستای عزیز ما همکارای عزیز ما تهیه کردن با هم مشاهده میکنیم. بعد از بسته معلوماتی با ما باشین. لیمو زرد گاه سبز است و بیشک مطلوب ترین میوه از یک درخت همیشه سبز که در اصل در آسیا یافت میشود. گل میوه با پالپ آن، آبش، پوستش و مزه اش برای آشپزی و همچنین اهداف غیر آشپزی مورد استفاده قرار می گیرد. بر علاوه این که لیمو سرشار از ویتامین سی است و می تواند مبارز خوب در مقابل شیوع ویروس کرونا در افراد باشد، آب لیمو اغلب برای لیموناد و سایر نوشیدنی های لیمویی استفاده می شود که طعم و خوشمزگیش غیر قابل انکار است. هنگامی که بحث ارزش تغذیه لیمو پیش می آید، آب لیمو حاوی 6% اسید سیتریک است که طعم آن را ترش کرده و حاوی ویتامین سی، کلسیم، فولاد، ویتامین B5، B3، B1 و B2، آهن، مگنیزیم، سلفر، پتاسیم و همچنین شکر، کربوهیدرات، فیبر غذایی، چربی و پروتئین است. به همین دلیل لیمو به عنوان یک میوه معجزه آسا محسوب می شود. اجازه دهید تا در این بخش از سلامت نمناک مزایای خوردن لیمو برای پوست، مو و سلامت را بررسی کنیم. لیمو غنی از ویتامین سی است که باعث می شود آنها به طور مؤثر در درمان سرماخوردگی عمل کنند. 2. برای درمان آبریزش بینی و یا خارش سوراخ بینی شما می توانید از یک فنجان آب لیمو در جهان گرم استفاده کنید. 3. لیمو به احیا کردن تعادل بدن در تقویتش کمک می کند. راه حل ساده است. هر روز صبح کم لیمو با آب گرم را بخورید. لیمو به عنوان یک دیورتیک طبیعی عمل می کند و به شما کمک می کند وزن آب خود را از دست دهید. 5. آب لیمو به بدن شما کمک می کند سموم و مواد زائد را از بین ببرید. 6. خواص اسیدی لیمو تمام ذراتی که به دندانهایتان چسبیده اند را هضم می کند و آنها را به صورت درخشان سفید می کند. 7. اگر سرفه خفیف دارید، سعی کنید از مخلوط آب لیمو گرم با عسل دوبار در روز استفاده کنید. این مخلوط گلوه شما را تسکین می دهد و سرفه را سرکوب می کند و تقریبا بلا فاصله تقلیل می یابد. 8. لیمو طبیعت ضد باکتریایی دارد. خواص اسیدی آن اجازه نمی دهد باکتری ها و ویروس ها برای مدت طولانی زنده نگه دارد. 9. یک فنجان آب گرم لیمو یا چای لیمو گلو را برای صاف شدن گلو و کاهش درد و تورم استفاده کنید. 10. ثابت شده است که خوردن آب لیمو به صورت روزانه فشار خون سیستولیک را کاهش می دهد. بنابراین آن را در رژیم غذایی خود نگه دارید تا فشار خونتان را کنترل کنید. بسته معلوماتی بود دوستای عزیز که رفتیم یک جا با هم مشاهده کردیم در رابطه با لیمو بود که دیدین که فواید لیمو چقدر زیاد است. کوشش کنین همیشه از لیمو استفاده کنین و خیلی فایده زیاد داره. فعلا هم با ما جناب دکتر صاحب عبدالتمیم جودا نایب خیل با ما در استودیو هستن که فالوشیپ داخله و سیستم هاضمه و استاد فاکولته طب هستن. شما خوش آمدید میم جناب دکتر صاحب به برنامه ما. خوش آمدید. شکر، سپاس. یک سلام خاص خدمت خودتان، خدمت تمام دستاندارکارهای تلویزیون جوانان و از طریق درشی تلویزیون شما سلام عرض ادب دارم خدمت تمام مردم افغانستان و تمامی از نیروهای امنیتی که از مرزها و اراضی و ناموس ما شما شب و روز بدون خستگی دفاع میکنن. سلام های گرم خود خدمت از با تقدیم دارم و امیدوار هستم که لباس عافیت وطن داشته باشن.
سلامت باشین جناب دکتر. سبب قسمت که شما هم آگاهی دارین که موضوع برنامه ما در رابطه با این است که چگونه جوانان معتاد باید تداوی کنیم. باید اولین سوال که من از شما میپرسم و اولین سوال که مطرح میکنم ای است که روش و راه های تداوی با جوانان معتاد در کشور چگونه هست و چگونه با پیش میره؟ متاسفانه که بعضی مشکلات ما در این بخش داریم، چون اخلاق تبابت و یک مقدار مشکلات رسم رواج رسوم و عنانات ما شما اینا در این بخش تداوی مریضا را بسیار ضربه میزنن. یک از مشکلات عمده که ما در اینجا داریم چی است که دکتر درست برخورد با مریض نمیکنن و یک کسی که با نام معتاد است این مریض گفته میشه، این باید به چشم مریض طرفش دیده شود و مریضی که هر روز در مهانخانه شمه به مو شکل باید با او برخورد شود. نه به همه کلمه معتاد خودش یک بار منفی را میرساند در ذهن ما و شما. یه اعتیاد به یک مواد مخدر اینا قسم هستن که وابسته به مواد میشن، بنابر هر مشکلی که داره او رو انشاءالله در بخش باز گپ میزنیم. اما برخورد دکتر با مریضی که مثلا به نام معتاد پیش از مراجعه میکنن او رو باید به شکل درستش درک بکنن، به شکل درستش او رو دردها و رازهاش شنونده باشن و تداوی های خودسرانه نباید بکنن. تداوی باید به طبق اعراض و علائم مریض و طبق از اینکه چه مدت مریض مواد مصرف کرده باید به شکل تداوی شود. و چیزی که بسیار ضعیف است گفتم برخورد با مریض، این بسیار متاسفانه که ما را ضربه زده و تداوی ناکام را که به جامعه ما نه ای است که همون مریض یا معتاد انگیزه خوبی نداره نسبت به کسی که او را تداوی میکنه، یعنی ذهنیتش منفی میشه و بار دیگه نمیخواه که تداوی شه. دقیقا جناب دکتر صاحب، مشخصا چند ماه در بر میگیره تا یک جوان معتاد دوباره صحتیاب شوه و تداوی شوه؟ من قبلا هم عرض کردم نسبت به استفاده مواد است. یک فرد که مثلا 6 ماه از مواد استفاده کرده باشه، هر موادی که باشه، یک فرد که مثلا سالهای متوالی بیشتر از 10 سال بیشتر از 5 سال استفاده کرده باشه، مدت تداویش هم فرق میکنه. به شکل نرمال، به شکل استاندارد، مدتی که مد نظر گرفته شده برای یک معتاد مدت 12 ماه است، یعنی یک سال. یک سال باید تداوی باشه و تداویش هم باید چندین بخش شامل باشه. کنم شالا باز میگم که چند بخش شامل است، ولی مدتش از 3 ماه، مدت کوتاه مدتش 3 ماه شروع میشه تا 12 ماه باید تحت مراقبت باشه و زیر تداوی باشه. جناب دکتر صاحب، چقدر میتونه تداوی یک جوان معتاد فامیلش و محیط چقدر نقش مهمی را میتونن بازی کنن؟ بسیار سوال خوب. یگانه چیزی که برای معتاد کمک میتونه فامیلش است، حمایت فامیلش، روحیه دادن فامیلش و محیط. و محیط چی تاثیرات را داره؟ یک پسر جوانی که یا یک فرد که به نام معتاد یا کلمه معتاد به او استفاده میشه، اونا با یک مواد آغشته هستند، مواد اعتیاد آور، مواد مخدر یا هر نوع. حال یک مقدار عزیزا هستند که به یک تعداد تابلت های تی بی عادت دارند، اونا رو استفاده میکنن، مثل تریمادول، مثل تابلت های به نام پریگابلین از با استفاده میکنن، گاباپنتین، تابلت های که هستن که بر خاطر مشکلات خواب آوری و عصب برشون توصیه میشه، اون از با استفاده میکنن. دوامدار معتاد چندین بخش حالا شامل میشه، بسیار زیاد. و حتی ما معتاد هایی رو دیدیم که پترول، شاید شما شنیده باشن نشنیده باشن پترول، اعتیاد به پترول داره، تیل پترول، فقط اونا میره میخواه یک قسم تکاگا که میگیره داخل تل میکنه در پیش بینه خود پاف. و کارمندای صحی رو ما داشتیم که به الکل اعتیاد داشتن، به استنشاق خود یعنی بوی الکل پتا، کل ما شما دیدیم الکل پتا از او میگیره باز میکنه فقط پیش بینه خود، هر ده دقیقه بعد از امی الکل پتا استفاده میکنن. اینا جامعه تاثیرات بسیار زیادی داره، رفیق بد، همراه بد، همکار بد، یا طبعا انسان میبره به طرف تبایی و روحیه دادن فامیل
برای یک شخص معتاد بسیار مهم است، حمایتش بسیار مهم است و کنترلش بسیار مهم است. باید هم حمایت کنن، هم روحیه بده شخص معتاد و هم کنترل بکنن، نمونن که به طرف رفقای بدرای خود بره یا بیکار بونن. مصروفیت یک طرف برای مهم است که باید رو مصروف نگاه کنن. سپاسگزار هستیم جناب دکتر صاحب. دوستای عزیز، فعلا هم میریم یک وقفه خیلی کوتاهی میگیریم، بعد از وقفه با ما باشین. فعلا هم دوستای عزیز، جناب دکتر صاحب با ما در استودیو هستن و سوالات با ایشان ادامه خواهد دادیم. جناب دکتر صاحب، شما بیشتر گفتین که الکل پت بیشتر اشخاص استفاده میکنن. الکل پت چی هست و چگونه اشخاص به این مبتلا میشن؟ بله، بسیار سوال خوب. متاسفانه که یک مواد اعتیادآور یا یک چیزی که نو کشف شده یا نو شناخته شده که میتونه یک شخص به طرف تبایی بکشونه و خطرناکتر هم هست، بسیار زیاد، به خاطر که همی محلول الکل یا ایتانولی که در انداخته میشه به خاطر تعقیم یا ضد عفونی کردن خود محل زخم یا محل پیچکاری یا سوزن است، به او خاطر این مرتوب است، از اینا یا استفاده میکنن یا رو به شکل اس بویایی از طریق بینی اینا استفاده میکنن، کش میکنن و اینا امو بخار و امو گازات الکل مستقیم جذب خود دماغ میشه و جرات دماغ میشه. ای به مرور زمان کسی که چندین ماه از استفاده بکنن خود دماغ خود میشه خرد میسازه و این یکونه مشکل بسیار جدی است که تداویش هم بسیار مشکل است و یک تخریشیت، خشکیت، اعصاب خرابی، ضعف دید، چون از سر عصب چشم هم تاثیر میکنن، این مشکلات نزد پیدا میشن و این هم مثل کسایی هستن که الکلیک هستن یا مثلا معتاد به الکل هستن، معتاد به مشروب هستن، نزد او اشخاص که از اینا به یک سوی هستن ولی طریق استفادهش فرق میکنه. او از طریق اورال، از طریق دهن میگیره یا از طریق حس بویایی، از طریق خود جوف انف. جناب دکتر صاحب، چقدر میتونه استفاده کردن از مواد مخدر بیشتر به کدام قسمت های از اعضای بدن آسیب میرسانه؟ اگر میرکن زر بسته هر بگم. مواد مخدر متاسفانه که از الف تا یای بدن باعث تخریب میشه ولی بیشترین آسیب پذیری کدام حجرات بدن داره که شامل حجرات عصبی است. قدم اول، حجرات عصبی را اینا متضرر میسازن، در پولی حجرات عصبی خود حجرات اسکلتی و حجرات استکان بدن یا عضلات بدن هم متضرر میسازن. در پولی ازی یک مقدار تاثیرات روی سرکولیشن خود بدن دارن، سر خود قلب، سر فلتریشن خود کلیه تاثیرات میمونن. یک فرد که از مواد مخدر استفاده میکنن در مجموع متابولیزم بدنش میره بالا، متابولیزم بدن که بالا رفت فلتریشن بدن و سرکولیشن بدن یعنی خود خونرسانی بدن بیشتر میشه و مخاطر یک عیب یا یک مشکل جدی در تمامی ارگان ها به وجود میه و ارگان هایی که بیشترین آسیب میپذیره در حساب اعتیاد سه ارگان یا نهایت چهار ارگان بدن است. در قدم اول سیستم عصبی است، دوم خود سیستم قلبی بایی است، سوم هم سیستم کلیوی است یا سیستم یورینری است و چهارم هم سیستم اسکلتی بدن است. چهار سیستم در مجموع بیشترین آسیب میپذیره و شامل میشه. جناب دکتر صاحب، یک جوان به نظر شما چرا به مواد مخدر رو میره و معتاد میشه؟ انگیزه هاش بسیار زیاد است. ما مریضای روانی زیاد داشتیم، حرفای بیشتر رو ما از شنیدیم، دردای بیشتر رو ما از شنیدیم از زبان خودشان که چی چیز باعث شده که یک شخص به این مشکل دچار شده. وقتی که ما و شما به یک چیزی نکته دست میزنیم پس دست خود عجله پس کش میکنیم، یک رفلکس بدن است، یک عکس العمل بدن است، به خاطر چی که میفهمیم که یک چیز برای ما و شما آسیب رساند و جای درد میگه، جای زور آتش میگه، کسی میفهمه، چیزی میفهمه اونجا که میسوزه. بله، این آدم، این شخصی که به طرف اعتیاد روی آورده اینا 100% یک عامل داره، بیشتر از 90% این مشکل داره، 10%ش به صورت شوقی و علاقه‌ای به شکل
چیزی رفتن، ولی 90% یک درد را متحمل شده. او درد چی است؟ در قدم اول بیکاری. عدم اشتغال برای جوانان یگانه عامل اصلی شده میدونم. دوم تنظیم نادرست خانواده. بله دقیقا. یک فامیلی که 15 تا اولاد دارن، 10 تا اولاد دارن یا بیشتر از 3 اولاد دارن، اینا بسیار فامیلای بسیار بسیار خوبه باشن که آره در این زمان کنترل بکنن و کنترل سر کلشان داشته باشن. یعنی ما شما بسیاری کسا زندگی میکنن توکل به خدا، توکل به خدا زندگی کردن در این زمان هیچ به درد نمیخوره و هیچ مشکل را حل نمیتونه و نه خود از و هم نمیتونه بگه که ما زنده هستیم زندگی میکنیم. بخاطر چی؟ در زندگی قدم اول کسی که سرپرست فامیل است به نام پدر باید اگر سکجوالنگ و تقسیم اوقات بندی داشته باشه، باید فامیل خود درست کنه، فامیل خود به شکل درستش با تمامی احتیاجات و ضروریاتش برسانه. یک جوان چی ضروریت هایی داره؟ پدر باید درک کنه. یک طفل 10 ساله، 8 ساله، 9 ساله پایینتر چه احتیاجات و چه ضرورات داره؟ این درکش برای یک فامیل، برای یک پدر، برای یک سرپرست فامیل بسیار مشکل است که باید کنترل کنند. و دیگر عامل اساسیش از کسایی که از رفیق بیرا، یعنی همراه کسی که در این مشکل دچار است، این همراه او رو باعث شده که در این مشکل کش کنه ببره. دومان کسایی که به شکل از اشکال بازی خوردن، مثلا یک آدم گفته که من جان درد هستم، بگه الان کم تریاک بخوی بسیار درد تگم میکنه، به می شکل لحه میره به طرف اتیاد. دقیقا. فعلا هم دوستای عزیز میریم یک وقفه خیلی کوتاهی میگیریم، بعد از وقفه سوالات با جناب دکتر سه بدامه میدیم. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز، برنامه صحت شماست و هم قسم ادامه داره. جناب دکتر صاحب، یک شخص مبتلا به مواد مخدر و یا معتاد باید از چه کارهایی را در روز انجام بده و بیشتر از کدام غذاها باید استفاده کنه؟ بله، سوال خوب. یک کسی که معتاد هست، در قدم اول ما برشان این بگویم که یک کسی که تصمیم قاطع نداشته باشه به هیچ کار موفق نمیشه، چی ترک اعتیاد باشه، چی بدست آوردن پول باشه، چی یک پیشرفت در زندگیش باشه، به هیچ چیز نمیرسه. هر چیز سر یک عزم راسخ و تصمیم قاطع است. یک کسی که معتاد است در قدم اول باید غذاهایی را بگیره که با تمام احتیاجات بدن پوره شود. مثلا زیادتر غذاهایی که در ترکیب خود منرال و ویتامین های بیشتری داره. از غذاهایی که در ترکیب خود نشایسته و پروتئین داره اینا خودداری بکنن، به خاطر که اونا باعث چاقی بهش از حد میشن و یا هم تجمع شحم در شریان ها و در مشکلات قلبی را ایجاد میکنن برای خودشان. و اونا یک سلسله اقدامات را باید انجام بدن، مثلا تمرینات ورزشی در خانه و یا در کمپ در هر جایی که بستر هستن ورزش باید داشته باشن، چون که به هر اندازه که خود متابولیسم بدن یا سرکولیشن و جریان خون بیشتر شوه درد و امو خماری امو مواد سر اینا کمتر میشه. به هر اندازه که تحرک داشته باشن و به اون اندازه بدن رشد بیشتر میکنه و خوبتر میتونه به حالت عادی برگردن. جناب دکتر صاحب، رو آوردن دوباره البته بعد از تداوی که یک معتاد تداوی میشه، علتش چی است که دوباره پس با مواد مخدر رو میاره؟ علت های متعدد داره. یکی از علت هایش محیط است. از امو محیطی که شخص مصاب به مواد مخدر شده باز هم به مو را بیایه پس، یا مثلا امو کوچه که مبتلا شده میرفته و از امو را از امو رفق بد پیدا کرده باز به مو رفق سر بخوره، باز به مو رفق ببینه، این 100% به طرف اعتیاد میره. و دومان من پیشتر مرز کردم که عزم قاطع، تصمیم قاطع، یک آدم سست انصار باشه و ترک کده کم رفته مصارف بسیار انگفت را سرش شده، فامیل کش به تکلیف شده، اما باز هم اینا تمایل میرن که به طرف نشه، به طرف مواد مخدر. اینا کسایی هستن که ما برش سست انصار میگیم، یعنی تصمیم قاطع ندارن.
یک دقیقه در یک تصمیم است، یک دقیقه در دیگر تصمیم. اینا نمیتونن که مواد ترک بکنن. و دومن او دست کسایی که بیشتر از چندین سال از این مواد استفاده کرده باشن و باز هم گفتیم با محیط بسیار مهم است. و دوم عدم درک فامیل. فامیل این رو مجبور بسازن، یا جنجالک یا اگه مشکل از جگرخونی بین فامیل باشن این مجبور شد و احساساتی شد و باز برای طرفه گرفتن مواد مختلف. جناب دکتر، سر باید تداوی برای اشخاص که مثلا معتاد هستن، جوانا و کهنسالا، یعنی به یک شکل پیش میره و یا متفاوت هستن؟ بیشتر از این که یعنی جوانا تداویشن، کهنسالا بیشتر، یعنی عمر تداویشن بیشتر است، چگونه؟ بله بله، اینجا دو بخش شامل میشه. در همه بخش ها جوان برنده تر است. کسی که در سن کمتری هستند و از مقدار یا از مدت کم دوا استفاده کردن، مواد استفاده کردن، مثلا 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، تا 10 سال، و اوید از اشخاصی که از 10 سال به بالا از مواد یا از مواد مخدر استفاده کردن، اونا تداویشون فرق داره با اینا. به خاطر چی؟ کسی که به طرف کهن سال شدن میره یا سنشون بزرگ میشه، به اون اندازه بدن به طرف استهلاک شدن میره، بدن به طرف فرسوده شدن میره. یعنی ترمیمی که یک جوان مثلا یک دستش جرح میبینه، او به مدت فرض کو که یک هفته کاملا خوب میشه، ولی از کسی که کهن سال است او در یک هفته خوب نمیشه. به خاطر چی؟ که تمامی امور ریجنریشن یا ترمیم دوباره اعضا یا زخم یا هر چیز دیگه مدتش کمتر است، ترمیمش کمتر است. یعنی گرفتن کالوری، نوع غذا، چی نوع غذا باید بگیرم، اینا فرق میکنه. تاثیرات بسیار زیاد داره سر تداوی مریض. و ما مشخصا صحبت کنم سر از دو بخش، جوان ها مدت تداویش نسبت به کهنسالا کمتر است، کهنسالا مدت تداویش بیشتر است و طریق تداویش هم فرق میکنه نسبت به جوان ها. سپاسگزار هستیم جناب دکتر صاحب تیک به برنامه ما تشریف آوردین، وقت گرانبهایتان با ما سپردین و سوالات که ما داشتیم جواب دادین. اگر کدام حرف ناگفته مانده باشه و یا کدام پیام به گفتن دارین، کمپی تلویزیون جوانان افغانستان در خدمت شماست، بفرمایید. قربانتان، ما در تمام برنامه هم یک پیام دارم و در اینجا فعلا چون که تلویزیون جوان هاست و تمامی نسل جوان باید شنونده باشه و میشنون میبینن، دو پیام مشخص برشون دارم. یکی، دیوار آهنین افغانستان شما جوان هستین. همیشه کوشش بکنین که برای آبادی و برای فقط خاکتان خدمت بکنین، نه به خاطر پول، به خاطر مقصد به حساب. و دومین پیام ای است که از تمام مردم خود خواهش میکنم که از ادویه های خود سرانه استفاده نکنند. دوستای عزیز، ای بود داشته هایی هفته ما که ما با سایر از همکارایم کمکاری کردن تقدیم شما عزیزان کردیم. امید که طرف توجهتان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی که با یک موضوع جدیدتر روی پرده های تلویزیون شما قرار میگیرم، شما عزیزان به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. خدا نگهدار.